این جوان 25 ساله یکی از جمله 5 شناگر است که در تیم ملی شامل است. او سخت تمرین می کند تا در مسابقات قهرمانی پارالمپیک جهانی شهر مکسیکو در ماه سپتامبر شرکت کند. موفقیت ملک محمد در این رقابت ها راه را برای شرکت او در المپیک سال 2020 توکیو باز خواهد کرد. نیاز نیست که مثلا هر بار بگیرم یا هر بار ببازم. برای ما همی افتخار است که دو پایم قطع است. من میتونم که بازی کنم، در حال خود احساس راحت کنم. محمد زمانی که 11 ساله و در حال جمع‌آوری هیزم در یک میدان خالی در شهر کابل بود، روی ماین پای گذاشت و در نتیجه هر دو پای خود را از دست داد. یک مقام دولتی ایالات متحده در مورد وضعیت اسفبار او شنید و ترتیب سفر و تداوی او را به کالیفرنیا گرفت. وی تحت تداوی و درمان فیزیکی و نیز آموزش در طی یک دوره 2 ساله قرار گرفت. در سن 16 سالگی شنا کردن را آموخت و بعد تمرین این ورزش ادامه داد. من میخواهم یک فرد محبوب و یک قهرمان خوب شوم تا بتوانم با سایر قربانیان ماین و کسانی که عضو بدن خود را مانند من از دست دادند کمک کنم. اغلب افراد معلول در افغانستان به دلیل کمبود امکانات مراقبت‌های تخصصی طبی و موانع دیگر با زندگی دشوار روبرواند. در افغانستان آموزش ورزش در سطح بین المللی به دلیل کمبود امکانات بودجه دولت و دستیافتن کمتر به همچو فرصت‌ها هم ساده نیست. بسیار به خوارش کمک میکنه، به بیادرش کمک میکنه، در حساب ورزش، در حساب قلم، در حساب علم و دانش خوش هستم. هیچ غم ندارم حالا. انگامی که در بازی‌های تابستانی سال 2012 لندن موفق نشد، رویاهای او نقشه بر آب شد. لکن از آن زمان تا کنون به طور منظم و تحت نظارت یک مربی و در حالی که در یک هتل نیز کار می‌کند، به شدت تمرین کرده است. گرچه میادین خارجی را زیاد دیدم، کوشش خدا کنه، زحمت خدا بکشه، توکل خدا به خدا کنه، انشالله میتونه یک دستاورد برام بیاره. محمد توانسته است با غلبه بر موانع و برای بدل کردن این تراژدی زندگیش به یک موفقیت، از شهرت و محبوبیت نسبی در افغانستان برخوردار شود. حال همه تلاشهایش برای اشتراک در رقابت‌های مکزیکو است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.